در روزهایی که رئیس جمهوری اسلامی ایران به خاطر اظهاراتش درباره عملکرد پلیس با واکنش تند مراجع مذهبی روبرو شده، حسن روحانی در سخنانی جدید به آنهایی که او دلالان تحریم در ایران نامیده هشدار داد که از همکنون به فکر شغل دیگری باشند. حسن روحانی گفته توافق نهایی ایران و غرب اولین گام اساسی برای حل معضلات اساسی کشور است. آرش سیگارچی جزئیات بیشتری دارد. یک مراسم دولتی در آستانه روز کارگر، سالن 12,000 نفری ورزشگاه آزادی تهران. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران ابراز امیدواری کرده که اگر در پرونده هسته‌ای توافق نهایی با کشورهای 5 به علاوه 1 صورت بگیرد، شرایط تولید در ایران بهتر خواهد شد و این اولین گام برای حل معضلات اساسی کشور خواهد بود. توافق نهایی که اگر طرف ما اراده جدی داشته باشد در ماه‌های پیش رو امکان پذیر هست، شرایط تولید در ایران به مراتب بهتر خواهد شد. دلالان تحریم به فکر شغل دیگری از هم اکنون باشند. منظور امروز روحانی از دلالان تحریم کیست؟ رضا حقیقت نژاد، روزنامه نگار. در ادبیات سیاسی ایران فکر میکنم اولین بار آقای علی لاریجانی بود که لقب کاسب فتنه، تاجر فتنه رو برای جبهه پایداری ها به کار برد، که در واقع خیلی مخالفت میکردن با موازه آقای لاریجانی در مورد انتخابات 88. بعد از دوره آقای روحانی هم افزوده شد کاسب تحریم، دلال تحریم که امروز آقای روحانی گفت. این ناظر به اون نفع اقتصادی که برخی از چهره‌های نوظهور در دوره آقای احمدی نژاد، برخی از نهادهای نظامی و امنیتی از اون شرایط داخلی می‌بردن برای تامین منافع مالی خودشون، و الان هم بیشترین طیفی که منتقد مذاکرات و توافق هسته‌ای هستن از همین گروه هستن و در واقع بین ادبیاتشون و منافعی که در داخل کشور پیگیری می‌کنه یک نوع رابطه مستقیم پیدا شده و به همین جهت مشهور شدن به کاسب یا دلال تحریم. حسن روحانی این روزها از سوی روحانیون محافظه‌کار تحت فشار است. بعد از این سخنانش، پلیس موظف به اجرای اسلام نیست. هیچ پلیسی نمیتونه بگه من این کار کردم برای اینکه خواستم خداوند در اونجا فرموده، پیغمبر در فلان روایت، به پلیس ربط نداره. مراجع تقلیدی همچون مکارم شیرازی او را به عبور از خط قرمز متهم کردند. و البته آیت الله علی خامنه‌ای که یک روز بعد از سخنرانی رئیس جمهور خطاب به پلیس گفت همه کارها را می شود برای خدا انجام داد. دشواری های رئیس جمهوری ایران در داخل در یک سو، مذاکرات هسته‌ای در خارج سوی دیگر. این روزها ایران و آمریکا مذاکرات هسته‌ای را در نیویورک دنبال می کنند. آیت الله خامنه‌ای بارها تأکید کرده که تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران باید بلافاصله بعد از توافق نهایی لغو شود. اما آمریکا اعلام کرده در صورت دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران، لغو تحریم‌های تهران مرحله به مرحله انجام خواهد شد. به نظر می‌رسد مقام‌های ایران شرط آمریکا را برای برداشتن تدریجی تحریم‌ها پذیرفتند. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، میگوید لغو تحریم‌های ثانویه آمریکا و اروپا یک یا دو ماه بعد از امضای توافقنامه بین ایران و گروه‌های 5 به علاوه 1 طول می‌کشد. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.